درودی مملو از مهر در میانه آبان بر شما ساکنان کوی مهر همیهنان در ایران و نقاط جهان تا 20 دقیقه مهمان خانه های پاییزی شما هستیم با تازه های از آخرین اخبار ایران منطقه و جهان از پهنه بیکران رسانه های سایبری در قیاب روزنامه های امروز جمعه در آغاز کلام مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب تشدید بحران بحرین و ایران با سلب تابعیت پنج تن از شهروندان بحرینی به اتهام مستقیم با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران موجی از بازداشت ها و دستگیری های روزنامه‌نگاران ایرانی توسط نیروهای امنیتی موازی از جمله سپاه پاسداران و واکنش های تحلیلی به این ماجرا در عرصه رسانه های سایبری مصالحه مسلحت میان ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران و شبکه اجتماعی محبوب تلگرام در ایران همینطور در پهنه بین الملل و فرامنطقه ای عظیمت و استقرار ناو هواپیمابر فرانسوی به منطقه برای نبرد علیه گروه شورشی داعش پس از حملات مستقلانه روس‌ها و اعتلاف آمریکایی‌ها و رویدادها و گزارش‌هایی از و نقاط جهان و ایران اهم مطالب و موضوعاتی برگزیده امشب جمعه 15 همه آبان ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه نگاهی بر مشروع خبرهای منتخب با تازه هایی از تشدید تنش میان روابط دو کشور همسایه بحرین و ایران با مداخله مستمر نظامی سپاه پاسداران منتصب آیت الله علی خامنه ای در این کشور امن و کوچک منطقه ای. بر اساس گزارش رسانه ها پنج نفر در بحرین به جرم جاسوسی، جرائم تروریستی و ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حبس محکوم شدهاند و از آنها سلب تابعیت شده است. خبرگزاری رسمی بحرین اعلام کرد دو نفر به خاطر جاسوسی و ارتباط اطلاعاتی با سپاه پاسداران و برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی در اماکن عمومی و مراکز مالی و تجاری به حبس ابد محکوم شدهاند. آنطور که احمد الحمادی داد ستان جرائم تروریستی بحرین گفته است این افراد همچنین برای آموختن ساخت بمب و کار با سلاح گرم در ایران مجرم شناخته شده اند مشروح و جزئیات این خبر رو در برنامه آن سوی خبر دیشب به آگاهی شما رسیده بود اما همینک طبعات آن رویداد. داد سه نفر دیگر هم به خاطر پشتیبانی مالی فعالیت های تروریستی و همچنین در ارتباط با شرکت در دوره آموزشی کار با تسلیحات و مواد منفجره به طور قیابی محکوم شدند. خبر محکومیت این پنج نفر یک روز پس از آن منتشر می شود که بحرین اعلام کرد چرا هفت نفر را به زن عضویت در یک گروه تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده است. دیروز عبداللطیف عبدالله معاون وزارت خارجه بحرین با تکرار اتهامات پیشینی علیه ایران گفت هیچ کشوری از خطر تروریسم در امان نیست ایشان تاکید کرد که 47 نفری که بازداشت شده اند با ایران ارتباط داشته اند و بعضی از اعضایش از خطرناک ترین تروریست هایی بوده اند که با شبکه ای بین المللی در ارتباط بوده اند ادامه میدهیم خبرها را بحران سوریه و اجماع تک به تک جامعه جهانی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در سرزمین شامات و عراق با اعزام ناو هواپیمابر فرانسوی وارد فاز تازه عملیاتی شد بر اساس گزارش های منتشر دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد ارتش آن کشور از ناو هواپیمابر شارل دوگل بزرگترین ناو جنگی خود برای نبردها علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و عراق بهره خواهد گرفت در حال حاضر فرانسه از شش جنگنده یا رافائل در امارات متحده عربی و شش میراج در اردن در عملیات خود استفاده می کند. این کشور میزبان نشست بین المللی برای مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی در شهری بر ماه سال پیش بود که توافق کردند به بغداد کمک های نظامی کنند و حملات هوایی را در عراق انجام دهند. در بهار گذشته ناو هواپیمابر شارل دوگولد مأموریتی دو ماه را در خلیج فارس انجام داد این ناو مرکز حملات هوایی آن کشور علیه حکومت اسلامی در عراق است ناو هواپیمابر شارل دوگل با سوخت اتمی کار می کند و بنابر گزارش های منتشره می تواند تا 24 جنگنده را همزمان بر عرشه خود جای دهد و اما از میادین مبارزه و رزم سوریه گامی به عقب می رویم به تهران و شنیده از محاکمه نظامی افسران سپاهی که از حضور در جنگ در سوریه سرباز می زنند. گزارشی از روزنامه معتبر و فرامنطقهی از شرق الاوسط روزنامه فرامنطقهی از شرق الاوسط به نقل از یک منابع ایرانی خود نوشت که سپاه پاسداران ایران شماری از فرماندهان و افسران خود را به دلیل نرفتن به سوریه به منظور مشارکت در جنگ علیه مخالفان اسد در اختیار دادگاه نظامی قرار داده است این در حالی است که همونگونه که شما بینندگان عزیز نیز به دفعات مکرر و متعدد آگاهی یافتید گزارش ها از افزایش شمار کشته شده های سپاه در سوریه حکایت دارد این منبع آگاه که گویا خواست نامش فاش نشود به روزنامه فرامنطقه شرق الاوسط گفت اقدام سپاه پاسداران پس از آن اجرایی شد که اعضای خود را میان اخراج و محرومیت از تمام سمت‌های دولتی با رفتن به سوریه مخیر کرده بود خبرگزاری های ایران چهارشنبه چهار, چهار نوامبر نیز از کشته شدن چهار تن دیگر از افسران سپاه پاسداران ایران در سوریه خبر داده بودند که حسین حمدانی بلند فرمانده سپاه پاسداران در سوریه بود که ماه گذشته جان باخت. من به نزدیک به سپاه پاسداران به اشرق اعلام کردند که افزایش شمار کسانی که از سپاه استعفا دادند به ویژه در میان جوانان که تنها با انگیزه های نظامی به این تشکیلات نظامی پیوستند باعث شد که سپاه پاسداران در استراتژی خود بازنگری کرده و نیروهایش را میان رفتن به سوریه بر پایه دستورهای فرماندهان یا محاکمه نظامی به اتهام اوسیان و خیانت مخیر کند. بنابراین گزارش سرپیچی از فرمانها و نپذیرفتن اعزام به میدانهای نبرد در سوریه یکی از نگرانی های بزرگ فرماندهان سپاه پاسداران است این منبع در ادامه اظهارات خود گویا اشاره کرد که برخی از افسران سپاه پاسداران در اهواز گزینه بازنشستگی و فعالیت اقتصادی را با توجه به بالا رفتن سنشان سن و عبور آن از سن بازنشستگی انتخاب کردند. همچنین دادگاه نظامی وابسته به سپاه پاسداران تحقیقات گسترده ای را درباره کسانی که در این مرحله حساس استعفا دادهاند آغاز کرده است. بر اساس این گزارش منتشره در روزنامه اشترق کشته شدن شمار زیادی از نیروهای سپاه قدس و نیروهای ویژه سپاه پاسداران این نیروی نظامی را برانداشت داشت تا دست به دامان افسران بخشهای اداری و اعزام آنها به میدانهای نبرد با مأموریتهای جنگی شود چرا که بیم کشته شدن شمار بیشتری از نیروهای نخبه رو دارد کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از ایران فردا هستید خبرها را از مرزهای منطقه‌ای به می می‌بریم. بریتانیا نیز در یک تظاهرات مدنی مصوم به ماسک به خشونت کشیده شد راهپیمایی هزاران معترض بریتانیایی که با عنوان تظاهرات یک میلیون ماسک در لندن برگزار شد با حضور پلیس به خشونت کشیده شد به گزارش خبرگزاری فرانسه تظاهرکنندگان کنندگان که ماسک های مصوم به ناشناس را بر چهره داشتند با به آتش کشیدن یک اتومبیل پلیس با پلیس ضد شورش درگیر شدند تظاهر کنندگان با شعارهای تنها یک راه حل انقلاب و خیابانها از آن در برابر کاخ باکینگهام و نیز دفتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تجمع کردند آنها به آنچه سیاست ریاضت اقتصادی و نقض حریم خصوصی میخواندند اعتراض داشتند بنابر گفته پلیس لندن حدود 50 نفر از راهپیمایان به اتهام جرائم کیفری از جمله حمله به پلیس بازداشت شدند این در حالی است که نخست وزیر این کشور میزبان مهمان یکی از کشورهای مهم منطقه عرب و آفریقا بود جنرال اسیسی رئیس جمهور تحولخواه مصر در محل کاخ نخست وزیر با نخست وزیر انگلستان دیدار داشت خبرها را باز از مصر و صحرای سینا و حوالی شرم و شیخ در این کشور پی میگیریم مصر جدای دیدار سیسی با نخواست وزیر انگلستان همچنان بر صدر رسانه هاست شرم و شیخ و شرمندگی سایر مسافران از حراس انفجارهای بعدی داعشیون در پی سقوط یک هواپیمای روسی در مصر که زن آن رفت شاید ناشی از بمبگذاری بوده باشد کشورهای بیشتری پس از انگلستان اقدام به محدود کردن پروازها به شهر سیاحتی شرم و شیخ مصر کردهاند فرانسه، بلژیک و هلند به شهروندان خود هشدار دادند به این شهر سفر نکنند و خطوط هوایی آلمان هم پروازها به آنجا را لغو کرده است. بریتیش ایرلاینز روز جمعه بازگرداندن جهانگردانی که در شرم شیخ سرگردان شده اند را شروع کرد. در همین راستا مقام های بریتانیایی روز چهارشنبه پروازها از مبدع و به مقصد شرم و شیخ را متوقف کردند چون گفتن اطلاعات امنیتی نشان میدهد که حادثه ممکن است ناشی از انفجار بمب در هواپیما بوده باشد دیوید کامرون روز پنجشنبه پیش از دیدار با رئیس جمهور مصر در لندن طی بیانیه گفت نمیتوان مطمئن بود که هواپیمای روسی با بمبگذاری تروریستی ساقط شده است با این واسطه آقای کامرون از تصمیم کشورش برای تعلیق موقت پروازهای شرم الشیخ دفاع کرد و گفت این تصمیم حیاتی بوده است. همینک خبرها را با خبری از جهان مجازی و شهر شبکه ها پی میگیریم از مرزهای واقعی و کشورها عبور می کنیم. شبکه اجتماعی و محبوب تلگرام در ایران درست یک روز پس از پوزشخواهی مدیر این سامانه ارتباطی جهانی از جمهوری اسلامی به مصالحهای تازه با ایران رسید. بر اساس گزارش منابع خبری مختلف در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری ایران اعلام کرد مدیران سیستم پیامرسان تلگرام خطوط قرمز ایران را پذیرفته و گفتند صفحات غیر اخلاقی را از دسترس خارج و مسدود کنند. پاول دروف مدیر سیستم پیامرسان تلگرام گفت که اظهارات پیشین او مبنی بر مسدود شدن تلگرام در ایران نادقیق یا دست کم عجولانه بوده است و از این بابت عذر خواهی کرد از سوی دیگر محمد رضا زا فرنگیزاده مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات ایران گفت که این وزارتخانه تصمیم گرفته بود در صورتی که صفحات غیر اخلاقی تلگرام مسدود نشوند درباره فیلترینگ تلگرام تصمیم جدی بگیرد اواخر ماه مهر سال جری پاول دروف مدیر تلگرام گفت که مقام های جمهوری اسلامی از این شبکه خواستند که امکان جاسوسی از شهروندان را برای آنها فراهم کند و چون این درخواست پذیرفته نشد تلگرام برای چند ساعت مسدود شده است باز خبری تا حدودی به زمینه ی تلگرام مرتبط است البته با موضوعیتی متفاوت دلواپس فتنه و همینک نفوذ واژگانی که بسان قارچ بر زمین سیاست ایران به طور خودکار توسط ازناب و انصار ولی فقی می رویند نفوز. در این میان علی متحری اصولگرایی که هر از گاهی داد سخن از استبداد ولایی سر می دهد مجددن به تریبون های نقد بازگشت و اعلام کرد که تا الان فتنه بود و از همینک نفوذ ابزار کاسبی تون روها شده است بر اساس گزارش های منتشر علی متحری نمایند مجلس دیروز پنجشنبه شنبه گفت برخی میخواهند از کلمه نفوذ مانند فتنه به عنوان ابزاری برای ایجاد خفقان استفاده کنند گزارش ها حاکیست که علی متحری در شبکه اجتماعی تلگرام نوشته بود افرادی میخواهند کلمه نفوذ را مانند کلمه فتنه وسیله برای ایجاد خفقان کنند و کسانی را به این بهانه بازداشت و آزادی بیان را محدود کنند و البته مردم به آنها اجازه نخواهند داد این نماینده مجلس همچنین اضافه کرد حیات سیاسی این افراد در گروی ایجاد محدودیت هاست و در فضای آزاد قادر به رقابت و رقبای خود نیستند لذا صحبت از فتنه پس از برجام و فتنه چهارم به میان آورند که اشاره می کند به اظهارات سردار نظامی جعفری در حالی که همه اینها خیالات شیطانی خود آنهاست و واقعیت ندارد همان گونه که همیهنان عزیز مستحضرید علی خامنه ای رهبر ایران پس از توافق هسته ای نسبت به نفوذ آمریکا هشدار داده بود به دنبال این هشدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز تلاش برای نفوذ در ایران پس از توافق هسته ای را فتنه چهارم دانست یک روز پس از اظهارات فرمانده سپاه برخی از رسانه‌ها در ایران از بازداشت چند تن از اعضای شبکه به اصطلاح نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال بودند توسط نیروهای اطلاعات سپاه خبر دادند از جمله خانم آفرین چیتساز که هر روز در واقع مقالات ایشان از ستون روزنامه ایران جزو مقالات برگزیده بود که برای شما بینندگان عزیز خوانده می شد. بر اساس گزارش ها احسان مازندرانی، آفرین چیت ساز، همین تو که ستون نویس ثابت روزنامه ایران بود و سامان سفرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا دستگیری و بازداشتشون تایید شده که در بخش های مختلف خبری نیز دیشب به استهزار شما رسید ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران نیز چهارشنبه از روزنامه نگاران بازداشت شده به با عنوان یک شبکه نفوذی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و همچنین عناصر جاسوس و مزدوران قلم به دست آمریکایی نام برده است که در واقع واژگانی بسیار با بار حقوقی سنگین مجازاتی می تواند باشد خبرها را با خبرهای از استانهای ایران در عکس کشور ادامه می دهیم استان نفت خیز اما در عین حال محروم خوزستان در طول هفته گذشته پس از بحران باران اسیدی خیس خبر شده بود و تا مرز 20 هزار نفر از شهروندان نیز دچار مشکل تنفسی شده بودند اما همینک خبر میرسد که نزدیک به نیم تن گوشت فاسد آن هم در آشپزخانه بیمارستانی در شهرستان شوش این استان یعنی استان خوزستان کشف شد بیمارستانی که میبایستی محل و مظهر سلامت و بهداشت و امنیت بهداشت شهروندان باشد خود گوشت فاسد به بیماران میداد میخوانیم در این راستا معاون درمان شبکه بهداشت و درمان شوش اخبار منتشر شده درباره کشف 220 کیلوگرم گوشت فاسد و غیرقابل مصرف از آشپزخانه بیمارستان نظام مافی شوش را تایید کرد صادق خوسیان با بیان اینکه 220 کیلوگرم گوشت غیر قابل مصرف روز شنبه از آشپزخانه بیمارستان نظام مافی شوش کشف و ضبط شد به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنای خوزستان گفت که پیمانکار طرف قرارداد بیمارستان قصد مصرف این مقدار گوشت در طبخ غذا را داشت که شناسایی و معدوم شد ایشان همچنین گفته است که پیمانکار متخلف بیمارستان در پی این اقدام از کار برکنار شده و این تخلف از طریق دستگاه قضایی در دست پیگیری است رئیس کماکان <متحس> <متحس> بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا در دقایق پایانی برنامه خبرهایی با مضمون شهر عکس خواهیم داشت. نخست تحلیل و واکاوی انتشار عکس یک دختر جوان ایرانی روی جلد مجله تایم که نخ دستش به سیاست و برجام و توافق و تغییر در ایران تعبیر کردید. تیتر اصلی شماره اخیر مجله تایم مربوط به گزارشی است به قلم کارل ویک با عنوان ایران 2025 چگونه دهه آینده ایران جهان را تغییر خواهد داد در توضیح عکس اصلی در صفحات داخلی گفته شده که نخی که به دست این دختر ایرانی بسته شده از باد بادکی در هوا حکایت دارد که بیانگر امید به اوج گرفتن و بالا رفتن است همچنین در گزارش دیگری در همین شماره به عنوان درون ایران بعد از توافق نویسنده نگاهی به وضعیت جامعه ایرانی و نگاه مردم به توافق هستی و آینده ی روابط ایران و جهان پس از برجام دارد و در وقت باقی مانده حضور پرمعنای حاشمیان رفسنجانی در همایش وزارت خارجه و استقبال باشکوه با شخص ظریف از این فقیه موسوم به مرد همه فصول نظام جمهوری اسلامی همراه با پسرانش همایش سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور دیروز در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و با حضور حاشمی رفسنجانی برگزار شد. محمد جواد ظریف رسما عنوان میزبان به استقبال از رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام رفت. زوق میزبان از حضور مهمان و حضور پسران باقی مانده این فقیه مغزوب اهالی بیت رهبری در گوشه کنار سالن و ابراز مهر تمام تکنوکرات های وزارت خارجه با آنان همگی نشان از نزدیکی پنهان و آشکار بخش های اصلی کابینه روحانی با هاشمی رفسنجانی دارد که هر از گاهی در چنین صحنه هایی به شکار خبرنگاران در می آید و جلوه از جدایی های ایان و نهان افراد گرایان ساکنان حرم ولایت با تغییر خواهان نزدیک به طیف تکنوکرات های منتصب به اردوگاه هاشمی حکایت دارد و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت همیشگی از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های خبری تحلیلی از جمله آن سوی خبر که بلافاصله پس از صفحه یک و این جانب پخش خواهد شد اینجانب از محضر یکایک شما خوبان خدا حافظی می کنم. تا درودی دوباره و شامگاهی دگروار در ایران فردا داد روشن آسمان آبی بدرود